تغییر دیدگاه روسیه در قبال طالبان پس از سفر اتمر به روسیه. هشدار تکان دهنده غنی به طالبان. اولین پرواز هواپیمای مسافربری افغانستان با یک زن خلبان. وقوع انفجار مرگبار در کابل همزمان با ورود مارشال دوستم به کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که کشورش از برگشت امارت طالبان در افغانستان حمایت نمیکند. به گفته او، حذف نام رهبران گروه طالبان از فهرست سیاه نیاز به پیشرفت‌های صلح در افغانستان دارد. وزیر خارجه روسیه روز جمعه 8 اوت در یک نشست خبری با محمد عنیف اتمر وزیر خارجه کشور گفت که پیام مسکو به طالبان این است که هرچه زودتر خشونت‌ها را کاهش داده و روند فعلی در دوحه را آغاز کنند تا این روند به نتیجه دلخواه برسند. وزارت امور خارجه در یک اعلامیه گفته است که عنیف اتمر وزیر امور خارجه که برای بازدید 3 روزه از مسکو به روسیه سفر کرده است، با سرگی لاروف همتای روسیه خود دیدار و دو طرف در این نشست خبری بر تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. طبق اعلامیه دو طرف خواهان تقویت همکاری ها برای تامین صلح در افغانستان و گسترش روابط دو جانبه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز شدند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که مسکو با شماری از کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان کار میکند تا این روند هرچه زودتر به نتیجه برسد. او تاکید کرده است که طالبان نباید خواستهای تازه را در گفتگوها مطرح کنند و باید به فیصله های شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذارند. از سوی هم عنیف اتمر وزیر خارجه کشور گفته است که دولت افغانستان به تعهدات خود عمل کرده است و انتظار دارد طالبان هم به تعهدات خود عمل کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید جامعه جهانی 40 سال مردم افغانستان را از حق صلح محروم کردند که این قابل تحمل نیست. او می افزاید مردم افغانستان خواهان صلح پایدار و با عزت هستند. اشرف غنی که امروز شنبه 9 اوت در مراسم روز ملی سرباز سخنرانی می کرد گفت جنگی که امروز در افغانستان جریان دارد با اسلام، حقانیت و انسانیت هیچ ارتباطی ندارد. او افزود دشمنان افغانستان و طالبان فکر می کنند که دولت را سقوط دهند و خاک کشور را تقسیم کنند، اما نیروهای امنیتی و دفاعی ظرفیت کافی دفاع از کشور را دارند و این را در میدان جنگ ثابت کردند. آقای غنی با اشاره به حکومت موقت بیان کرد که مردم افغانستان رئیس جمهور دولت را انتخاب کردند و حکومت آینده نیز با انتخاب مردم به وجود خواهد آمد. او گفت برای حکومت جدید نیاز است رضایت مردم در نظر گرفته شده و با اراده مردم به وجود آید. رئیس جمهور غنی همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیش از 90% از عملیات ضد راس افغانی را انجام می دهند. با گفته او، نیروهای افغان در صدر مبارزه با تروریسم قرار دارند و امنیت جهان را در برابر این پدیده تامین می کنند. آقای غنی همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی تطبیق کننده قانون اساسی در کشور است و انتخابات شفاف در کشور با وجود این نیروها ممکن شده است. به گفته او، بدون نیروهای امنیتی و دفاعی دولت وجود نخواهد داشت. از سوی هم شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع ملی سال جاری را یک سال دشوار برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواند و گفت که با رهاسازی زندانیان طالبان نیروهای امنیتی قربانی های بزرگ در کشور دادند. این در حالی است که دولت پس از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان حدود 5000 زندانی طالبان را رها ساخته بود.
اداره هوانوردی ملکی می گوید که شرکت کامیر نخستین پروازی را که پیلوت و خدمه آن را زنان تشکیل می دادند انجام داده است. این نخستین پرواز در تاریخ هوانوردی کشور است که تمام عمله آن را زنان تشکیل می دهند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی امروز شنبه نویهود در صفحه فیسبوکش نوشته است: برای اولین بار در تاریخ هوانوردی کشور پروازی که تمام عمله آن را زنان تشکیل می دادند از سوی شرکت هوایی کامیر در سکتور کابل هرات انجام شد. رئیس اداره هوانوردی ملکی افزوده است که مهدسه مرزایی پیلوت افغان و کپیتان ویرونیکا بورسوا با 4 عمله پرواز زن تیاره نو ایربس 500-737 را در یک پرواز 80 دقیقه میان کابل و هرات و فاصله 350 مایل به صورت مستقیم مدیریت کردند. انفجار در کابل 3 کشته و زخمی بر جا گذاشت. در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی بگرامی کابل یک نفر کشته شده است و 2 نفر دیگر زخم برداشته است. به گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل، این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز سه شنبه نویهود در مربوطات ولسوالی بکرامی در مسیر کابل لوگر رخ داده است. او افزود در این انفجار یک موتر نو کرولا هدف قرار گرفت و در نتیجه یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. فرامرز در مورد هویت قربانیان چیزی نگفت. او در عین حال گفت که پلیس کابل از وقوع 3 انفجار دیگر جلوگیری کرده است. دوستم، اگر صلح به نتیجه نرسد باید از فروپاشی نظام جلوگیری شود. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی، میگوید در صورت گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد باید از فروپاشی وضعیت موجود و نظم حاکم در کشور جلوگیری شود. آقای دوستم پس از بازگشت به کابل گفت که اگر رئیس جمهور و شورای امنیت اجازه دهد، او در صورت ناکامی صلح گروه طالبان را سرکوب خواهد کرد. رهبر حزب جنبش ملی در حالی که به حمایت از روند صلح در کشور تاکید کرد، افزود که نظام کنونی به قاطعیت دفاع خواهد کرد. او تاکید کرد که در جنگ با طالبان پیروز می شود و اگر نتواند جنگ در افغانستان را خاتمه دهد، گروه طالبان را شکست می دهد. او همچنین جنگ نیروهای امنیتی با گروه طالبان را حلال خواند و افزود که نیروهای امنیتی حمایت جامعه جهانی را با خود دارند و باید از این امکانات در جهت تامین امنیت شهرها و روستاهای کشور استفاده کنند. آقای دوستم در حالی که خواستار تقویت اجماع ملی از سوی رئیس جمهور شد، تاکید کرد که در صورت غفلت در شرایط اساس کنونی تمام رهبران را در برابر تاریخ پاسخگو خواهند بود. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر، بدرود.